بفرمایید. 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 من برم یه زنگ مادرتون بزن بگم که شما اومدید. ببخشید فقط من می‌خواستم یکم ازتون سوال بپرسم اگه میشه دو دقیقه بشینه. باشه من یه زنگ بزنم بهشون بگم. اگه میشه بذارید برای بعد. بیوش. بفرمایید. ممنون. بفرمایید. واقعیتش میخواستم ازتون بپرسم که مهتاب خانم زنداییتون میشه، درسته؟ بله. بعد تا جایی که میدونم اسم شوهرشون آقا منوچهره. ولی بچه ندارن، دارن؟ نه بچه ندارن. بعد همین اطراف میشینه؟ نه اونا بالا شهر میشین. خیلی هم خوب. در مورد من چیزی براتون تعریف کردن تا حالا یا نه؟ بله خوب خیلی چیزا تعریف کردن از شما، یعنی گفتن که خیلی سال شما رو ندیدم ولی تمام این سالا داشتم به شما فکر میکردم. بعدم که مثلا که اخیراً شنیده بودن شما میخواین از ایران برین، خیلی نگران بودن که نکنه شما رو هیچ وقت دیگه نتونن ببینن، یعنی خیلی دوستتون داره مادرتون. رو راست من دوست دارم اینو باور کنم ولی همیشه به این فکر میکنم که خب این دیدن من میتونست خیلی زودتر اتفاق بیفته. چرا هیچ وقت دنبال این قضیه نیومد؟ گشت دنبال. چرا خیلی دنبال شما گشتن؟ البته حالا ما خیلی چیز زیادی نمیدونیم چون ما اینجا نبودیم، ولی من میدونم که چند روز پیشم که داشتن دنبال شما میگشتن دوتا مرد گرفتنشون بردنشون کلی کتکشون زدن خونین و مالین اومدن خونه ما تفلک. بله میدونم، یعنی متاسفانه مادرتون این برام تعریف کرده. حالا شما چی؟ شما هیجان دارین الان؟ خیلی اتفاق جالبیه نه آدم بعد از این همه سال یه مادری که تا الان ندیدتش. خب هیجان که معلومه دارم ولی نمیدونم دیدنشون کار درستی هست یا نه. چرا درست نیست؟ یعنی چی؟ خب معلومه کار درستیه. ببینید مادر شما الان خیلی خیلی زیاد چشم انتظار دیدن شماست، داره لحظه شماری میکنه که شما رو ببینه چون دوستتون داره، این همه سال دنبالتون گشته منتظرتون بوده، خیلی خوشحال میشه. مادرتون واقعا شما رو دوست داره. من برم یه زنگش بزنم بگم شما اینجا این دیگه. تو هم برو چایی بخور. عزیزم کامران ببین چه خوابی میکنه. جوج ماشاءالله. یواش یواش یواش. وای منوچهر دیگه، یه ساعت از این پرستار خبر نداره. حالا ایشون تماس گرفتن ببینن چه خبر. نگران نباش، بهش میگم خودم ردش کردم. منوچهر جان، کیمیا؟ سلام ماما. آره اینجام، زندگیت حال نداره، اومدم بهش سر بزنم جانم. آره الان اونجاست. سب آرش اونجاست، میخوای باش حرف بزنی؟ نه میخوام ببینم. خیلی کیمیا مامان جان یه چایی چیزی بذار جلوش نگهش دار تا ما برسیم. آره عزیزم اومدیم، نظری بری کیمیا. اومدیم مامان جان. این رفته خونه تو به سر من. آرومش. آروم باش. آرش من آروم باش. آره یه نفس عمیق بکش. آرش اونجاست، الان آماده میشی میگیم خونه ایم. بریم بریم. سلام. هستیش؟ بله. بتو بفهم. نرفتی؟ نه یا تو بابا تو اتاقه. آره تو اتاقه. چی شد؟ ای بای خواهد برسرم چی شده مهدو؟ حواظت به خودت باشی. یه صلوات بفرست بود. سلام زنده. جون 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 بیا بگیرش. 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 ب
برنگ تو آنم بیا کیوان بیا شما اینجا شما کجا میری بیا اینجا گوش نشه مامان گوش نشه میشه تشریف بیاریم بجنبید بدونه باشه بجنبید حالش بده خود بسرم چی شد قش کردم مهتاب خوبی شما وای حالش پاک خرابتر شده کی میاد مهتاب خانم میخوام ببریم بیمارستان آره مهتاب نایفته مون من گرفتمش زندوی مامان جان حواسم هست قربونت برم مامان زندوی مهتاب جون یه ذره خودت کمک کن آقا آرش برو کنم ببینم بیا برش کنم بیا برش کنم برش کنم سارش فاشو بکن تو فاشو بکن تو مامان بیا فاشو بذار تو باش بذار تو باش باش من کجا بشینم آقا آرش جانیست که بگم چه جوری بشینم ماما ماما جانم ماما بله چیه ماما این آقای رفت خونه ما کی فکر کنم شهرام بود شهرام خدا رفت آخه تو خونه ما رفت خونه ما آره فکر کنم نمیدونم کی بیا تو با اینه برو بیمارستان بگو سه روز غذا نخورده شهرام شما چی کار میکنی ماما مواظب خودتون باشین بیازم آخه این آقای رفت خونه ما نمیخوای تعارف کنی بشینم؟ شما اینجا چه کار میکنی؟ سلام مهر خانم این دفعه به دعوت کی تشریف آوردی؟ اگه چند دقیقه صبر کنیم همه چیز مشخص میشه صبر نمیتونم بکنم شوهرم خونه نیست من گرفتارم برای چی اومدین شما اینجا بفرمایین بیرون آقای کامفر گرفتاری من بیشتر از شما بیشتر یا کمتر اینجا پناهگاه کسی نیست مردم این محل بفهمن شما اومدین اینجا تیک تیکت میکنن بفرما بیرون من بیشتر نگران شوهر شما هستم برای چی برای چی نگران شوهر من هستی مگه چیکار کرده اگه چند دقیقه هم دیگه رو تحمل کنیم همه چیز مشخص میشه اعلامیه بسم الله الرحمن الرحیم با اینکه دستور جهاد مقدس ندادم اما نمیتوانم تحمل این وحشیگری ها را بکنم اختار میکنم که اگر دست از این برادر کشی بر ندارند و لشکر گارد به محل خیش باز نگردد تصمیم آخر را میگیرم و مسئولیت آن با متجاوزین است بچه برزید تو چند سالته بچه؟ انقلاب میدونی چیه؟ آره تو میدونی که چی نمیخواد ولی آیا میدونی که چی میخوای؟
برو درس مشق درست بچه، برو وارد این بازی ها نشو. هیچ کس بهتر از شما ها نمیدونن اینا چی میخوان اینا چی نمیخوان. من به فرخ زنگ میزنم. بی خود زحمت نکش، من زنگ زدم نبود. یه این چی نیستش، الان باید سر کارش باشه. کجاست پس؟ آره باید باشه، این سوال منم هست. فقط دعا کن اون چیزی که من فکر میکنم نباشه. بهترین جان آرش کجاست؟ همینجاست. من اینجا. خوبی؟ این بهترین؟ خوشبختانه فقط یه حمله عصبیه، اما نوار قلبش مشکل داره. حالا آزمایش اکو براش می‌نویسم، شاید هم به آنجیا نیاز پیدا کنیم. شما میتونیم ببرینش خونه، البته بعد از تموم شدن سرامش. شما چه نسبتی با ایشون داری؟ پسرشون هستن. اینا رو تو این چند روزه آماده کنیم، بیشترم مراقب این باشین که بهشون استرس وارد نشه. نه نه زنده گفتن تا سرمتون تمام نشده بعد استراحت کن. خب ببخشید من یه دقیقه تلفن باید بکنم. بله شما موازه مادرتون هست. آرش نه دیگه قرار شد برن نشید دکترتون چی گفتن بعد باشین سرامتون تموم شه. نه آقا فرشید، الان با مامانم تلفنی حرف زدم، گفت شهرام کانفر اونجاست منتظر بابام. من خودم هم دیدمش دم در. نه الان بیمارستانم. من چون شما گفته بودین دیگه. باشه پس خیالم راحت باشه. خیلی ممنون، خداحافظ. باورم نمیشه دارم نگات میکنم. می نشینید دکترتون چی گفت؟ استرس براتون اصلا خوب نیست، خواهش میکنم. من که الان پیشتونم دیگه. میتونم پیشم میمونی؟ من واقعیتش نمیدونم چی باید بهتون بگم. من تا خواهم باورت نشده من مادرتم. خواهش میکنم ناراحت نشین، به من حق بدین. من از بچگی این کلمه رو نگفتم. من از بچگی تو روز و شب نداشتم. ببینم اصلا چه فرقی کرد حالا که من پیشتونم. خب بدتر شد که شما ناراحتین بازم دارین گریه میکنین. نه مادر خوبم. شما قول بدین گریه نکنین، منم قول میدم امروز رو پیشتون بمونم. خب خدا رو شکر شما هم که حالتون بهتره. بهترید الان؟ خوبید؟ خدا رو شکر. شما چند دقیقه بیرون تشریف داشته باشید، الان ایشون رو آماده میکنم، میتونید ببرینش. خوبید شما؟ آقای دکتر تقریبی بخش داخلی. ببینم اتفاقی افتاده؟ نه من یکم نگران خونم. میخوام برسونم تو خونتون؟ نه نه الان که نمیشه زنجیر تنها بذارم. نکنه که خودتون میخواین مامانتون تنها بذارین بریم. نه مطمئن باشین میبرمشون خونشون، یه یکی دو ساعتم پیششون میمونم حالشون بهتر شه. فقط یکی دو ساعت؟ آم ببخشی من یادم نبود که شما گفتین کلن دارین از ایران میرین. من میتونم یه سوال ازتون بپرسم؟ حتما. حالا که مادرتون رو پیدا کردین دلتون نمیخواد بیشتر ایران بمونین، بیشتر ببینینش؟ واقعیتش من حتی به این قضیه فکرم نکردم، یعنی اصلا انتظارشو نداشتم. من تنها حسی که نسبت به کلمه مادر دارم اینه که هر موقع دلم براش تنگ شه چه میدونم برم سر خاکش رو گریه کنم. همین یه دفعه ظرف چند روز میخوانم گفتن سن
مادر من هستن و میدونید اتفاقای عجیبیه، به حق بدین من اصلا نمیدونم چه حسی دارم. نمیدونین چه حسی دارین؟ آخه الان مادر شما حاضر همه وجودش رو به پای تنها پسرش بریزه، بعد شما نمیدونین چه حسی دارین؟ منظورم اینه که حسمو گم کردم، یعنی اصلا واقعیتش من نمیدونم باید خوشحال باشم، ناراحت باشم، چه میدونم فریاد بزنم، سکوت کنم، گم کردم. حالا من یه سال ازتون بپرسم، شما جای من بودین چی کار میکردین؟ چی کار میکردم؟ من اگه جای شما بودم مامانم رو ول نمیکردم، دیگه تنهاش نمیذاشتم، بغلش میکردم، اجازه میدادم همه وجودم پر از این مهر و محبت مادرم بشه. مادر داشتن خیلی نعمت بزرگیه. آره خب اینه که میگه حس خیلی قشنگیه، فقط مثل اینکه خیلی خوب نتونستین خودتون جای من بذارین. من خیلی ساله که اصلا به مادرم فکر نمی کنم، یعنی فکر میکردم اصلا وجود نداره. چند روز پیشم که پدرم یه سری مزخرفات گفت در مورد جدا شدنشون و چه میدونم ازدواج مجدد مادرم، که اصلا نمیخوام حتی بهش فکر کنم. من که با شما آشنا شدم، نرفه که جدیدن شما زدین، میدونی اصلا به همه چی شک دارم، نمیدونم کی داره درست میگه، شما، پدرم. شک نکنید اون مادرتونه، دوستتون داره. داروخونه کجاست؟ صابخونه رسید. چیکار کنیم با؟ چی دیگه برمیسیم ببینیم چی میشه. سلام جناب سروان. سلام آقای عطایی. آقای عطایی من استوار سروان نیستم. میگم فرشی بیاریم پشت در خونش تا سواکی اومد بیرون دوتا گله بزنیم. نه تو محل نه. استوار این چه وضعیه؟ خسته شدیم. چیکار کنیم؟ بده من اونو. بیا اینجا بچست بده من اونو. فرشی بده من. ببین همینجور وای میسیم، یارو از در اومد بیرون، میریم دنبالش، هم محل خارج شد میریم بالا سرش. خب دیگه آسی شدیم، تو کارخونه نمیتونیم به کارگر جماعت تو بگیم. خیلی عذر میخوام، من عجله دارم، ببخش. ببینم قضیه این ساواکی ها چی بوده؟ ساواکی شنیدم اومدن خونه تون دخترتو دستگیر کنن. آره ساواکی؟ بله خونه من. ببخشت. سلام بابا. سلام. تو اینجا چی کار میکنی؟ منتظرت بودم. منتظر من؟ اینجا تو خونه من؟ گفتی با اجازه کی اومد اینجا؟ ایشون اجازه سر خود. آخه ممنون که چند دقیقه تحملم کردی مهری. دیر کردی، دلم هزار را رفت، ولی حالا مطمئن شدم به اندازه تو نمیتونم به کسی اعتماد کنم. رود نمیشه بگی به من شک کردی. ره خب سر قرارت نیومدی، نگرانت شده. نگران من یا این پوله کوفتید؟ فدا سرت این پولا، نگران خودت شده. فکر کردم گرفتنت. تو میدونی اگه با این پولا اونم دلار میگرفتنت چه بلایی سرت میومد؟ انقدر مرد نبودی که یه ساعت تحمل کنی. من اگه به پست انقلابی ها نخورده بودم که اومده بودم سر قرار. خیلی خوب تو هم باید منو بفهمی دیگه. تمام زندگی من این پولا، تمام سرمایه‌ام اینجاست، میفهمی؟ آشتی دیگه نمیخوام عمرم ببینمت. خیلی خوب
این حقته. بلخرجی نکن، من اگه گرفتار این پوله کوفتی بودم که الان جامون بالا بالا بود. بیرون. تو هم که مثل زنت شدی، داری من از خونه میندازی بیرون؟ با زبان خوشباره بیرون. باشه، من کار خوبی نکردم که اومدم اینجا، ولی این اتفاقی که بین من و تو افتاد دوستی من و تو رو عمیق‌تر میکنه. ما خیلی کار بزرگتر داریم که با هم انجام بدیم. اونجا نشستی چی کار؟ پاشو برو به کارت برس. چیه؟ هیچی. بعد چرا اینجوری نگاه میکنی؟ چی بگم؟ خونت خوش اومدی پسرم. اینجا که خونه من نیست، خونه شما آقا منوچهره. از این به بعد خونه تو هم هست. بیا بیا همه جا رو بهت نشون میدم. نمیدونی چقدر دوست داشتم که. چی کار داری میکنی؟ نترس نترس، دوباره حالتون بد میشه. نه، هیچ وقت به اندازه حالا خوب نبودم. بیا، نمیدونی چقدر آرزون بود که این پله ها رو تو بیای بالا. بیا تو، بیا. بیا ببین، اینجا بزرگ و جا داره. هر جا رو خودت خواستی انتخاب کن. الهی من قربون قدت برم. آرش مادر، اصلا میخوای مستقل باشی؟ بیا بریم، بیا بریم پایینم بهت نشون بدم. بیا. غریبه نکن دیگه، بیا. بیا. بیا ببین، اینجا هم بزرگ و قشنگه. ببین میپسندیش؟ نگاه کن، استخرم داره، میدم تمیزش کنن، پر آبش کنن. جون میده برای جوونی کردن. ببین، همین فردا میدم تمیزش کنن، اصلا میدیم رنگش کنن. بیا اینجا رو ببین، بیا. آرش بیا مادر دیگه. بزرگه ولی به هم ریخته است. نگاه نکن اینجوری، زود میدم جمع و جورش کنن. اینا رو میدم درست کنن. از کجا میدونی آقا منوچهر موافق اومدن من به اینجاست؟ خب معلومه که منوچهر تو رو ببینه خوشحالم میشه. مطمئنی؟ چرا که نه، وقتی ببینه من بعد از این همه سال پسرم پیدا کردم. ببینم کمکتونم میکرد؟ چی؟ مثلا وقتی شما داشتین کتک میخوردین همراهتون بود؟ منوچهر اصلا نمیدونست من اونجا. ببینم این آقا منوچهر، تو این سالایی که دنبال من بودین، تلاش میکردی منو پیدا کنی، مانعتون که نمیشد؟ نه ولی خب مهم نیست. شنیدم کارخونه داره؟ نه، اون کارخونه و این خونه ارث پدری منه، یعنی پدر بزرگ تو. از این به بعد تو هم توش سهیمی. بیا بریم اون اتاقو بهت نشون بدم. بیا. بیا ببین، اینجا هست، این یکی اتاقم هست. اینجا رو میتونم زود بدم برات خالیش کنن، شاید بتونی اتاق کارش کنی. آرش بیا، بیا یه چیزی نشون بدم.
چی کار میکنی؟ بذاری سمیر. میدونی اینا چیه؟ اینا همون چیزاییه که وقتی نبودی من باهاش زندگی کردم. اینا تولد 3 سالگیت برات خریدم یادته؟ یادت اینا رو چقدر ذوق میکردی دراش با میشد. اینو ببین. قصه غم انگیز دور افتادن مادر و فرزند وقتی به وصال ختم میشه، تابلوی دلانگیز و زیبایی رو از یه عشق پرشور تداعی میکنه. این چیزی بود که به همه ما برای پایان دادن به این جدایی انگیزه میداد. ولی بعضی وقتا همه چیز یه جور دیگه رقم میخوره. اون روزا هیچ کدوم از ما نمیدونستیم عاقبت این وصال شورانگیز چی میشه. حالتون خوبه؟ آره خوبه. ببینم گفتین شوهرتون کی برمیگرده؟ قبلا شبا دیر وقت میومد ولی الان این روزا زودتر میاد. میدونم اوضاع کارخونه ها خیلی بدبخته. آره تولید که اومده پایین و کارگرام که همش دارن اعتصاب میکنن. آرش تو میتونی با منوچهر این کارخونه رو اداره کنی؟ ببینم شما چقدر از وضعیت پدر من خبر دارین. اونو که بهتر میشناسی، حواسش خوب جمعه، خیلی از مال اموالش فروخته فرستاده مون برای آب، یعنی میخواد یه بیزنسی تو اروپا را بندازه. البته برای این بیزنس رو من خیلی حساب میکنه. خودت چی؟ خودت چه تصمیمی برای خودت گرفتی؟ میدونیم من بیشتر دنبال جواب سوالام میگردم، یعنی نه شما، نه این خونه، کارخونه تو. هیچ کدوم اینا اصلا برای من مهم نیست، چون اصلا حتی بهشون فکرم نمی کنم. به مادرت چی؟ معنی این کلمه رو نمی فهمم. تو چی می خوای بدونی؟ می دونی چی برام جالبه؟ مادری که تو 5 سالگی بچهشو ول کرده چطور بعد از این همه سال یادش افتاده؟ من هیچ وقت رو بیل نکردم. این شرط مشفق بود برای طلاق من. ببینم، یعنی میخوام بگی من مزاحم شما نبودم؟ مزاحم زندگی جدیدتون؟ زندگی جدیدم؟ مشفق اینو میگفت، میگفت رابطه شما آقا منوچهر باعث شد که شما تو این سالا دنبال من نیایین. منو منوچهر؟ اینا همش دروغه. مشفق یه آدم پلیده، تو که باور نمی کنی؟ دوست دارم باور نکنم، ولی 1000 تا سوال تو ذهنمه که جوابش باعث میشه. ببینم، من فکر میکردم مادرم مرده، شما چرا تو این همه سال دنبال من نیومدی؟ همه تلاشمو کردم برای پیدا کردنت، ردتم گرفتم، فهمیدم بردنت خارج. هر دفعه یه چیزی گفتن، یه دفعه گفتن سوئیس، یه دفعه گفتن آمریکا، یه دفعه انگلیس، پاریس. ببینم چرا سراغ مشفقو نگرفتین؟ پیدا کردن مشفق بزرگ که کار خیلی سختی نبود. بود؟ مشکل خود مشفق بود. اگه میفهمید به تو خیلی نزدیک شدم، هزینش جونت بود. خودش اینو گفت. یعنی هزینش جون من بود؟ یعنی میخوام بگیم پدرم میگفت منو میکشه لابد؟ آره، اون حاضر بود تو رو بکشه اما به من نده. ولی من حاضر بودم بمیرم ولی اینجوری بزرگ نشم. شما میدونی شب تا صبح گریه کردن یعنی چی؟ میدونی عقده بی مادری یعنی چی؟
نه نمیدونم، اما میدونم شب تا صبح گریه کردن یعنی چی. میدونم وقتی دلت میخواد پسرت رو ببینی نمیدونی کجاست، چی پوشیده چی نپوشیده، چی میخوره چی نمیخوره، حالش چطوره. وقتی میخوای بوش کنی بغلش کنی، روز اول مدرسهش خودت ببرید مدرسه، اینا رو میدونم. ولی من حالا تو رو پیدا کردم. چی رو پیدا کردی مادر من؟ بگو بگو دوباره. آخه الان یعنی به نظر شما اصلا دیر نشده؟ نه من فردا دارم میرم. آرش ما تازه همو پیدا کردیم، بیا به هم فرصت بدیم. اصلا تو به خودت فرصت بده، بمون خودت حقیقت رو ببین. به 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 به، خیلی خوش آمدی. سلام. سلام عطاق. منوچهر باورت میشه آرش منه؟ چشمت روشن، چشمت روشن. بالاخره مهتاب به آرزوش رسید، پسری پس از 20 سال مادرش رو پیدا کرد. میتونه تیتر روزنامه باشه، مادری پسرش رو پیدا کرد. این درست داره نه؟ بله اینم میشه. خیلی خوب، یه گلوی تازه کنیم، خوشحالیم مثلا. باشه الان من میارم. بریم تو پذیرایشیم. بیا تو. ببخشیم من باید باور کنم شما خوشحالین؟ کجا بودیم وقتی مادرم کتک میزدن؟ گوش بده، من میخوام مطمئن باشی که هر کاری از دستم برمیومده انجام دادم. مطمئن نیستم. برای چی؟ احساس میکنم باید خیلی نگران باشی از اینکه سر کله من این برای بیداشه. منظورت چیه؟ از چی باید نگران باشم؟ جوابشو خودت بهتر میدونی. پدرم میگفت چند بار رفتی سراغش. آره فکر کنم چند باری هم دیده باشمش، ولی که نمیدونی منو چه تهدیدایی کرده، جایی باز کرده این مسئله الان اینجا نیست. برحال اصلا مهم نیست، من دیگه قصد موندن ندارم. ولی آرش مادر من قولی که میتونم بهتون بدم اینه که بهتون سر بزنم. مواظب مادرم باشین، دکتر خیلی نگرانشه. هستم، مطمئن باش. نمیخوای هیچ کاری بکنی، نمیخوای جلوشو بگیری. چی کار کنم مهتا؟ به زور جلوش بایستم نذارم بره؟ آدم بزرگه. Thank you.
توی موزیکا میکنیم فرشید چرا اینجا نشست؟ توی موزیکا میکنیم بارو سرای مرنگه برو برو بیرون هستم هم میرم نه برو بیخیال شو فرشید اینجا دست در پاخت کنیم تیکه بزرگ گوشمونه برو بیرون میگم برو بیرون هم میگم بیاریم بزن یه جا دیگه جون مادر فرشید بزن یه جا دیگه که بیبریم برو بیرون من میام خوش آمدید. باشکن بفرمایید منتظر تو هستم. سلام. سلام. بشین. پس تو زرد از آب در نیمد. میشه روش حساب کرد. آره. رفوزه نشد. نوشیدنی میل داریم؟ بدم نمیاد. یه روز اینجا رو که جمع جور میکردم یه عکس پیدا کردم. بابا جون قصه شهرام دیگه تموم شد. شرایطم خیلی بده فرخ، هر لحظه ممکنه اتفاقاتی بیفته. نباید بفهمیدم دخترم تحت تعقیب اون ساواکی‌ها تا پشت در خونم اومدن. تو نباید به من میگفتی. من نگران اون ساک پر از اعلامیه و کتاب هستم، نگران جلسات اینجا برگزار میشه هستم، نگران کتابای ممنوع هستم. از هتل بریم فرودگاه. همه زندگی رو میفروشم، اون کارخونه و خونه و همه چی رو میفروشم میرم. تو هم اگه دوست داری دنبالم بیا. سهم کارخونم به پیشنهاد کرد نه؟ اینکه بله. یعنی اینکه به من اعتماد نداشتی آقای شهرام خان؟ هر چی بگی حق داری. من نباید به درستی شک می‌کردم. منظورت اینه؟ این فعلا مطمئنی چیزی از قلم ننداختی؟